این قسمت آیه مبارکه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، سه جای قرآن آمده، یکی تو فتح، یکی تو توبه است، یکی تو سوره صف. داستان خیلی داستان مهمیه. ببینید الان هم دنیای الان خب مرکز رو جور داره زندگی میکنه، این حدود 8 میلیارد بشر زمین هم داره زندگی میکنه. کدوم بهتره، کدوم صحیحه، کدوم درسته، مطلب مهمیه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خدا این پیغمبر رو، این پیغمبر خودمونه، محمد رو، اللهم صل علی محمد. ایشون هرچه احکام میاره هدایت و دین حق، روش درست اینه. بعد خود خدای قولی داده و گردن شخص خودش انداخته، لیظهره، نگفته امام زمان خودش اینو، نمیگه من خدا پیروز میکنم این رسول رو، عدد دین کله و همه دین ها و کفا بالله شهید. این آیات مطرح که میشد سرصدایی برای خودش داشت، میگفتن که طرف تو ده راهش نمیدادن، داشت سراغ خونه کت خدا رو میگرفت، این از تو شهر خودش بیرونش کردن، تا سال 8 شهرش گرفته شد، این از راه نرسیده، میگه من میخوام تمام دنیا رو بگیرم. بابا تو آخه مکه رو بعد از 13 سال آخرش 40 پهلوان جمع شدن تیکه تیکت کنن که در رفتی. خب در رفتی که پیغمبر در رفت مدین، بعدم 8 سال جنگ بهش تحمیل کردن تا تونست مکه رو بگیره، حالا با تمهیداتو چطور دنیا رو تو میخوای بگیری؟ یه بحثای اونجا مطرح میکردن، با دنیا را کسی بخواد بگیره، خب شمشیر میخواد، حالا مثل الان توپ میخواد، تفنگ میخواد، موشک میخواد، حالا اون هر زمانی برای خودش. آخه این چیزی با کی، با چه لشکری، با چه عده‌ای؟ در آیه 20 در سوره یونس مطرح کرده خدای این. سوره یونس سوره 10 قرآن، من دارم ورم میزنم بیارم، و ما آیه 20ش هم بیاریم که این مطلب توش مطرحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون صفحه که این توشه، بله آره، 210 میفرماد تو شماره آخر آیه زده 20، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. مشرکین میگفتن آخه این آدم بخواد زمین رو بگیره باید مثلا اون زمان فلان 1000 لشکر داشته باشه، چقدر اسب داشته، چقدر شمشیر داشته، اون زمان خودش. آخه کسی رو نداریم خواد دنیا رو بگیره. میگفتن لابد از آسمون میخواد براش بیاد، مثلا یه چیزی بشه، یه جوری بشه. میگفتن لولا انزل علیه، که از آسمان هم کمکی براش نمیاد. همه رو همه ادعای پیغمبر بود، تو میخوای همه دنیا رو بگیری، آخه چجور میخوای بگیری؟ فقل انما الغیب لله، بهشون بگی، بگو اونه که شما الان با چشماتون نمیبینید غیب، که باعث پیروزی من خدا و همه جهان میشه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اونو خدا ردیف میکنه لله. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، ما منتظریم. یه داستانی داره میگذره که گاهی تو ذهن ها مثلا جور دیگه میاد، مثلا ما جمع میشیم بگم به امام زمان بیا مهدی، بیا بیر. بابا مهدی از خدا میخواد بیاد، از ما بیشتر من و شما عجله داره، شرایط مساعد نیستش. اگر شرایط مساعد باشه 1 میلیاردم ثانیه خدا تأخیر نمیکنه، درجا میاردش. شرایط مساعد، منتظر ما هستن. آیه گفت فنتظر رو، شما انتظار بکشید، من خدا منتظرم، منتظرم شما درست بشید بفرسته بشید. ما باید درست بشیم، شرایطی که وقتی میاد زور که نمیشه.
به امام ششم گفتن آقا این فرزندتون مهدی اون آخری که میگوید غایب میشه صحبت غیبتو میکرد، خب برای چه غایب بشه؟ خوب باشه تو مردم. اشاره کرد آقا به گلوش، فرمود اگه تو مردم بمونه مثل جدش حسین سرشو میبونه. یه نفر دیگه که سوال کرد شرکت به شکمش، گفت شکمش پاره الان امام زمان چرا غایب؟ با میکشندش. ای بابا خدا میخواد بیاد تو اینجا خطر شون خودت نگاه نکن دوستش داری. الان 8 میلیارد بشر، ما همه کل مسلمان ها 1,400,000,000 نزدیک 400 میلیون شیعه هستیم. یا آقای بود خوشمزه بود، خدا رحمتش کنه، حرف قشنگ خوشمزه میگفتش که تمام کافر ها با مسلمان ها بد. تمام مسلمان ها فرق فرقیم، بله با شیعه ها بدن. میگفت شیعه هم همه با هم بدن، این اصلا چرا مونده؟ خوشمزدگیش آخرشه. میگم این اصلا برای چی مونده؟ ببینید هستش، باید جمعیت قابل توجهی باش. حالا ما مثلا فکر بکنیم که یهو خداوند اثری تو قلب ها بذاره، یعنی زور، یعنی تکوینن یهو آدم ها درست بشن، ما ابدا خدا این کار نمی کنه. خدا اگه خدایش از بین برو اصلا همه این کار نمی کنه. اگه میخواست این کار رو بکنه قابل میخواست حابیل رو بکشه میرفت جلوش میکنه، از همه مظلومتر امام حسین بود، جلوش جمع رو میگرفت سرشون رو بره. خدا از این کار نمی کنه، خودمون باید اصلاح بشیم. حالا یک کسی میگه که میاد مثلا سوال مو خدا میشه حالا؟ بله خدا به پیغمبرش تو همین آیه هست امینه میگه من که خدام خبر دارم یه زمانی میشه که جب مساعد میشه، خود مردم آماده میشن، اون وقت من میرفستم. باید آمادگی جوری باشه که تعدادی باشن، همش زور محض نباشه. پیغمبر سفارشه که به هر سلی میکرد حالا مکرر فرمود یا علی بعد از من حقتو میخورن، حقتو نمیزن. اگر 7 نفر کمکت کردن شمشیر بکش برای گرفتن حق، اگر نه نکش. خب همون لحظه اول که کردن همش 1-2-3 آدم بیشتر نبود. بعد فرمود اینا وقتی جاپاشون محکم شد و به حساب خودشون از مردم بیعت گرفتن، حالا اگر 40 نفر کمک کننده داشتی شمشیر بکش. حضرت علی در زمان خلافت ظاهری که از سنه 35 تا 40 بود که رفتن جنگ جمل و برگشتن کوفه بودن تا شهید شدن، تو کوفه پادگان نظامی نخیله اسمش بود، تو این سریال امام علی نشون بدادن پادگانه رو، حالا کسی تاریخ و بلد بشه دقت کن. یه پادگانی معلوم کردن، گفتن که با خرج خودتون، پول خودتون، شمشیر خودتون بیاید 3 شیفت 3 تا 8 ساعت که دائما تو پادگان نفراتی آن آماده جنگ باشن که اگه یه لشکر حمله کرد تا طرف از خواب پاشه و کفشش کجاست و شمشیرش کجاست و پس این خنجره کجاست و دشمن کار خودش کرده. همیشه با 6,000 نفر ثبت نام کردن، هر 8 ساعتی 2,000 تا اونجا بود، 3 شیفت شدش. اومد تو این پادگان نخاله بود، نخاله بزرگ بود، مسجد هم ساخته بودن، خب 2,000 تا آدم هم دیگه ظلم بود، میخواد نماز بخونه شب صبح. فرمودن که من فقط شرطی که میکنم با تو اینه که اهل بهشت میشید هر که بیاد تو این پادگان این 8 ساعت رو باشه، باشه تا آخر های باشه تا وقتی مرد یا مثلا کشته شد. ببینید الان این نونا رو که سرهم کردیم، این بهش میگن لقمه، چون این شرطه رو آقا با اینا کرده، اون آدمه رو بهش میگفتن شرطه، عربیستا شرطه مثل لقمه است. اینا که میرفتن تو پادگانه بهشون میگفتن شرطه، یعنی اینا فقط علی شرط کرده میرید بهشت، شرطه. یواش یواش این اسم رو پلیسا مونده تا حالا، این کلمه شرطه که عربا میگن، این اسم رو هرستالی رو انداخت
که من شرط میکنم میرید بهش، میگن اینا کیان چی بهشون میدن؟ هیچی، اینا شورتن مثل لقمه. فقط شرط شده که میرن بهش. من تا بعد این اسم موندش. 6000 نفر ثبت نام کردن که بودن. بعد از شهادت امیرالمومنین، حالا چقدر تاریخو من بلدم، شما بلدید، کار به امام حسن کشید و امام حسن هم که کار به صلح کشید و کارم دست معاویه افتاد و دفتر این شرطه ها رو پیدا کرد، تمام این 6000 تا تک تک کشته شد، معاویه همه رو کشت. وضع ببینه چه خبر بود. حالا 6000 تا آدم آمدن تو پادگان نظامی ثبت نام کردن، 8 ساعت هم که میان. تو فیلم امام علی، حالا اگه حواستون دوباره دیدید، حواستون جمع، پادگان نخایله همش تمرین نظامی دارن میکنن. وقتی میبینید مثلا دارن نیزه میزنن، شمشیر میزنن، جنگ کردن تمرین احتیاج داشت، جنگ های سابق، بعدی تمرین میکردن بدن آدم آماده باشه. بعد اونجوری بشه 6000 تا آدم آمدن، 40 تاشون اون علی میخواد نیست. فهمید اگه بعدن 40 تا کمک کار داشتیم قیام کن، نداشت. یه مصیبت اینجوری ما همیشه داریم. یه شخصی آمده بود خدمت امام زین العابدین که آقا شما چقدر طرفدار دارید، چقدر چی دارید، چقدر چی دارید، ببخشید امام شیشو، چقدر میخوان شما رو فلان و اینا، شما مثلا قیام کنید. آقا داشتم میرفتم بیرون بیابون کار داشتم، اینم باش میومد یه جا واسدن نماز بخونن، بخونن برای وضو بگیرن. آقا بهش فرمودن که اسمش این شخص صدیف بودش. گفت صدیف اگه به مقدار اون بزغاله ها، یه نفر بزغاله میچرم، گفت اگه به تعداد اون بزغاله ها من یاور داشتم، خدا اجازه نمیداد من ساکت باشم، حتما شمشیر میکشید. گفت آقا رو وضو بگیره، من رفتم شمارنم 17 تا بزغاله بودش. ببینید اون آدمی که برای خدا بیاد وسط، برای خدا باشه، اونو میخوام، ادعا بود چه بود. ولی خدا خبر داده به پیغمبر، پیغمبر فرمود لولم یبق من الدنیا، اگر از دنیا باقی نمونه الا یوم واحد، خدا گفته من کارو میکنم، دروغم نگفته میکنم، اگه تموم بشه تموم بشه یه روز بمونه، لقد ولن لا تعالی ذلک الیوم، خدا اون روز انقدر طولانی میکنه تا این مهدی میاد تمام زمین رو اسلام میکنه. تو یه روز نیست، میگن اگر نه میاد طولانی هم هستش، این حتما حتمی الوقوعه. بشرها به آمادگی آماده میشن اون مقدار، اون زمانی که شون میان بیرون از کعبه و قیام رو شروع میکنه. حالا چه جور آدمایی میخوان؟ ایشون وقتی میان بالای سرشون فرشته صدا میزنه جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. افراد ما میخوایم حق و قبول داشته باشیم، بگم دو تا چند تاش بیان چهار تا میشه همین حق، این باید باشه. افرادی که حق اگر قدر کافی باشن که خدا تشخیص بدن قد بستن، دیگه بقیه رو خدا کمک میکنه، حق قبول داشته باشه. من و شما باید تسلیم حق بشیم، تسلیم حقایق بشیم، کار کنیم رو خدا. قول الحق ولو علی انفسکم، ولو بر علیه خودتونم هست حق رو بگوید. وقتی پیغمبر از علی میخواد تعریف کنه، حضرت علی میفرماد علیون مع الحق والحق مع علی یدور حیث و مادار، حق با علیه، علی هم با حق، هر جا حق هستیشون هست، هر جا میشون هست حق هست. عمار یه وقت خود پیغمبر تعریفش رو میخواست بکنه، فرمود عمار با حق هستش، عمار اونجا که حق هستش که گفته بود پیغمبر. ببینید یه همچه بساطی با حق بود که حقه، بود که درسته، باید تربیت بشیم اینجوری. چند روز دیگه چون قرآن خبر داده اقتربت الساعه، قیامت نزدیک، ما وارد قیامت میشیم. در سوره اعراف خدا میفرماد که محاکمات من خدا در قیامت والوزن یوم اذن الحق، اون روز حق مطرحه، چی درسته، میزان حق، والوزن یوم اذن الحق،
صفحه 151 قرآن اول اعراف میفرماد از آیه اون وسطا نوشته پنج، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. قیامت هر که واسش پیغمبر ما فرستادیم سوال میکنیم ازش که ماها هستیم. آیه ای داریم در سوره ملک میفرماد بدون استثناء هر کسو میرزن تو جهنم قیامت، یعنی یه دونم نمیشه که این کار نشه، سوال میکنند ازشون. حالا بقیهش از سوره ملک سوال چی میکنن اونا چی جواب میدن. بله اینم آره 562 بفرماد که بله اینم سوره ملک درسته. کل ما القی فیها فوجون، آیه که آخرش 8 زده، هر فوج رو میانم بریزن تو جهنم، سألهم خزنتها، مامورای جهنم ازشون سوال میکنن قبل از اینکه بریزن تو جهنم بیرون، الم یأتکم نذیر، تو دنیا کسی که بیاد شما رو از قیامت بترسونه از عذاب الهی، گناه ها محاکمه داره، چه نیامد براتون؟ قالو بلا، میگن چرا، قد جاءنا نذیر، چرا اومدش، فکذبنا، گفتیم دروغ، قلنا ما نزل الله من شی، گفتیم بابا خدا هیچی نفرستاده، یه چیزی هم طلبکار شدیم، گفتیم ان انتم الا فی ضلال کبیر، الان شما پاتون نزدین ایران بذارید بیرون، اینجا حرفای دینی میزنن تو دانشگاه ها، تمام روانشناسای دنیا میگن یه نوع دیوونه ها پیغمبر ها بودن، ان انتم الا فی ضلال کبیر، میگه تازه شما دیوونه هم حساب کردیم پیغمبر ها رو، میگن دیوونه ها که تقسیم میکنن، میگن اینا که حرفا رو میزنن اینا یه نوع دیوونه، همین ان انتم الا فی ضلال. صاحب مجمع البیان میفرماد که ما همه میدونیم که اول سال 11 هجری علی هیکل پیغمبر رو بلند کرد گذاشت تو قبر، قبرم پوشون 10 سال تو مدینه بود، از علی هم دفنش کرد دیگه، هم تا قیامت نظیری نمیاد، تمام شدش، آخر پیغمبر ها بود، مثل ماها صاحب مجمع البیان 300-400 سال بعد بوده، بگه خب ماها که پیغمبر رو ندیدیم، از ما میخوان سوال کنن یا از جهنمی های ما لاغل نظیری در کارست، بفرماد نمیخواد خود هیکل نظیر بیادش، خبرش میادش، شما نشستی خبر میان که حضرت آیت الله خامنه اینو گفته، نمیخواد آقا در بزنه دونه دونه چهره به چهره بگه، نه خبری میاد که باور میکنی، گفته میگن همه اومدی شوخی نداره، خب خبر بود چند سالت بود گفتن دروغ بده چیه فلان، خب خبر پیغمبر رسید، چند سالت بود نماز فهمیدی جز دینه، خب خبر شما رسید، یا روزه دیدی جز دینه، رسید خبر، با این کار خدا هست خبر میرسونه، باورم میکنه که گفت، الان این اومد این خبر اومدش دیم، بله اونجا میان هست. حالا ببینید یعنی که این طوره، ولنسألن الذین ارسل الیهم، از ما سوال میکنن، پیغمبر فرمود وقتی قیامت به پا میشه تمام خلایق اونجا هستن حاضرن، اولین کسی که خدا جلوی همه محاکمش میکنه قلمه، بخوام همون سوره اعراف رو بیارم چون زیر همون آیه است، همون سوره اعراف همیست، همون ولنسأل الذین ارسل الیهم، بله همون صفحه 150. آخه یه روزی پیغمبر به جبریل گفت جبریل این وحیایی که برای من میاری از کجا میاری؟ حالا شما تعجب میکنید؟ نه چون فکر روش نکردیم، اگر ما باید تعجب کنیم، اگر بگه خدا میگه خب خودم پلو خودم دیگه، خب به خودم بگه، الان خدا تو این کتاب گفته من رگ گردن به همه نزدیکتر، حتی مشرک بود اون طرف، خب نحن اقرب الیه من حبل الورید، ورید به سیاه رگا میگه، خدا همه جا هستش، یه سگی هم که تو کوچه را بره خدا از رگ گردن به این سگم نزدیکتر، همه جا هست،
حضرت موسی گفت خدایا من روم نمیشه همه جا اسم تو رو بیارم. کجا؟ گفت تو توالت. گفت موسی خودم پلوتم، تو اسمم رو نمیشه بیار، من خودم مجسم، همه جا هست خودم. یک کسی میگفتش که خونه رفتی برو زیر پتو، نه اصلا برو زیر توشک، اصلا ببین برو زیر فرش بپوشون، خدا هست اونجا هست، خدا همه جا هست. آخه خدا پلی خود پیغمبره، میگه تو بگه خدا میرم، خدا پلی منه، خب بگیرم دیگه تو برش. زو حواسمون نیست، هم بگه کجا میاریم. از که داره رسول الله، حالا اینه چون تو عربت الوسخا نوشته، من از رو هم چشمم بخوره بخون. گفتش که یا رسول الله اینا رو میکائیل به من میده بیارم. آقا فرمودن میکائیل کجا میاره؟ گفتش که اسرافیل بهش میده، اینا ملائکه مقربه. فرمودند اسرافیل کجا میاره؟ فرمود تو محل عبادتیش لوح میاد به پیشونیش میخوره، رو لوح نوشته. فرمود لوح چجوری روش نوشته میشه؟ فرمود خدا به قلم امر میکنه رو لوح بنویسه، اما این ردیف ها طی میشه. حالا چرا اینجوری میکنه خدا؟ اولا به شما چه؟ به من چه؟ خب میخواد اینجوری بکنه، میخواد شما با خدا بشون، اینا که حالش نمیشه کرد. خب اینه که هست. حالا اینکه گفتم توی رساله هستش، اینجا یه احکامی داریم مال کفن کردن. اومد تو مستحبات کفن این حدیثی که امام هشتم تو نیشابور فرمود، دیگه مستحب به اینا رو کفن بنویسید. و وقت این تو اون حدیث هست، این سلسله که الان گفتم هست. بله بله، اون احسن، اون به امام هشتم مجرم اینم نوشته که یناسب ایزن کتابت و سند المعروف المسمى بسلسلت الذهب. اینجوری بود، امام هشتم اینجوری فرمود رو اون جمعیت. تو فیلم هم که شما دیدید بند خدا چقدر آدم جمع کرده بود. آقا فرمودن که سمعت ابی موسی بن جعفر، من از پدرم موسی بن جعفر. امام هشتم که به زور مأمون الرشید آوردش مرو و خراسان تا آخر اینجا شهید شدی. اینا ترس داشتن آقا را از جاهایی که شیعه هست نیارن، ده وقت شیعه ها قیام نکن، ولی چاره نداشتن، از نیشابور عبور بدن، راه دیگه نبودش. نیشابور هم خیلی بزرگ بود، هم شیعه خیلی داشت دیگه. هرچی مثلا مأمور و شمشیر و اینا گذاشتن که آقا میاد از این شهر عبور کنه، یا شیعه ها قیام نکن. بله، آقا هم سوار شتر تو کجابه بود، پرده جلوش بود، دورو برم چند هزار مأمور و شمشیر که بیاد بره رد شو بره. جمع شده بودن جمعیت زیادی در یه محل عبور که خب آقا میاد ببینیم شاخه چیزی اینا، آقا تو کجابه نمیذاشت. آخرش دیگه این شیعه ها جوش آوردن که ما میخوام ببینیم، کار نخون خفش رو ببینیم، با اونشا پرده کشید. اینقدر جمعیت زیاد بودش که وقتی این حدیث گفته شد، نوشته که 200,000 قلمدون باز شد که بنویسه. اینقدر جمعیت زیاد، از این 200,000 تا 70 تا قلمدون ها تلایی بود که اسمشو گذاشتن سلسلت و زهب. اون وقت آدم پول داره، قلماشون و دواخت تلایی بود توش دواد میزدن. الان ببین خودکار خیلی راحته، وقت چاره نداشتن، قلم بوده قبل هم اینقدر بوده، اینجا کمرشون بغلش هم درشو میذاشتن، در میوردن میزدن تو مینوشتن. 200,000 قلم نوشت که 70,000 تا تلایی بوده، این روایت آقا. گفتن خب میخوایم ببینمش. دیدن الان شمشیرها در میاد و نمیسرفه، خب ببینم باز کنیم. نگه داشتن کجابه رو پرده را زدن کنار، صدای شیون و نعره و داد و هوار و گریه و اینا بلند شد. آقا چیزی رو نگاه میکردم مثلا 10 دقیقه، گفتم خب بس دیگه بریم، انداختم پرده رو که بریم. اینا دیگه بهانه نداشتن شیعه ها، گفتن داخل پسر رسول خدا اینجا رد میشه، یه روایتی از جدش برا ما بخونه. بهانه دیگه علی بیخود. دیدن نه و آره و دوره شمشیر رو الان در میاد. اینا جمعیت زیاد، من میترسم اون جنگ ها خیلی بود، خیلی میترسم خیلی. هم روایت اومد سرش رو برد برون، گفت خدا لعنت کنه مأمونو که حکومت اون وقت بود، بکشید من العباس رو، یه اوب شمشیر رو در بیاد، میترسیدن در. بله
ولی دیدن نمیدونم چی میخواد بگم، چی میخواد بگم که معلوم نبود. ولی دیدن که شمشیر در میاد، بالاخره ریسک کردن که یه چیزی بگه، حالا ممکنه چیزی ناجوری نگه، چون مأمون دعوت کرده به عنوان پسرعمو میخواد ببره خلافت بشه، بده از اون بازی ها که در آورده بود. آخرش ناچار شدن پرده رو زدن کنار. آقا فرمودن سمعت ابی موسی بن جعفر، من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم. آخه یه داستانایی داره میگذره. ببینید سنی امامای ما رو قبول نداره، ولی به عنوان یه راوی باشه. راوی ها مگه کیان؟ راوی ها مردم. روایت کرده اون از کی شنیده، اونا چیز نیست. به سبک که همه بپذیرن، همه مسلمان ها. میگه پدرم موسی بن جعفر، حالا هر کی بود، از من روایت کرد، گفت من خودم شنیدم از پدرم جعفر ابن محمد، روایت ها اینجوریست. اونم گفت شنیدم از پدرم حسین ابن علی ابن حسین مزینلو. اونم گفت شنیدم از پدرم حسین ابن علی. اون گفت شنیدم از پدرم علی ابن ابی طالب. علی گفته شنیدم از رسول خدا. حالا اینجا به بعدش اون حرف من، رسول خدا گفت سمعت جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح والقلم. اینجا گفته اونم گفت من از جبرئیل، جبرئیل از میکائیل، میکائیل از اسرافیل، اسرافیل از روی لوخون، لوح هم قلم روش نوشته. اینجا دیگه بله، اول کسی که محاکمه میکنه خدا، قلم به صورت یه انسان که آیا اون چه به تو امر کردم روی لوح نوشتی؟ بله. میفرماست شاهد بیار، قیامت ها شاهد میخوام. عرض میکنه خدایا ذات اقدس خودت بهترین شاهده، ولی لوح هم شاهد بودش، چون تو دستور دادی اینو بنویس، لو هم شنید، لو شهادت میده. دومین کسی که به صورت انسان محاکمه میکنن لوهه. آیا اونچه رو تو نوشته شد به اسرافیل رسوندی؟ بله شاهد. شاهد هم قلم رو میاره، هم اسرافیل. اسرافیل محاکمه میشه. آیا اونچه میکائیل رسوندی؟ بله اونم شاهد میاره شد. اسرافیل میکائیل، بله میکائیل هم شاهد میخوان، جبرئیل اونم شاهد میخوام. تا اولین نفری که از جن و انس محاکمه میشه جلوی همه خلایق، شخص محمد ابن عبدالله. آمین. آیا اونت جبرئیل لوح آورد برای تو خون رسوندی به مردم؟ بل برسوندی. و ما علی الرسول الا البلاغ. بله رسوند. شاهد میخوام. عزم کنه که بعد از ذات اقدس خودت علی شاهد بودش. حالا علی شاهد بود، قرآن آیه داره میارم، سوره هوده. این بلد باشید خوبه. سوره هود بحثی راجع به پیغمبر اکرم داره خدا. اینه ادام داشت صفحه 223 وسط های صفحه یه جا نوشته 16 223 راجع به خود پیغمبره. افمن کان علی بینه من ربه. این پیغمبر با نشانه ها اومده، معجزات همراهشه، 17 تا معجزه همیشه همراهشه، حالا شرق القمر و چه و فلان. و یتلو شاهد من، یه شاهدی از خودش پلوشه. این شاهده که از خودش پلوشه پسرموش دوماتش هم هست از خودش، بله خوب قوقنوشن دیگه. این یتلو شاهدون من. تو تمام صحابه غیر از پیغمبر، فقط علی وقتی وحی می آمد نور وحی رو می دید و صدای وحی رو می شنید. بهش وحی نمی شد، به پیغمبر می شدیم. دیدی تلفن رو حرف می زنن گاهی صداش رو شما می شنو بگیم. این خیلی به امتیازه، حتی حسن حسین نمی شنیدن، فاطمه هم نمی شنید. اینا خیلی حساب شده هست، مقام رو میرسونه. مخصوصا خداوند پیغمبر گاهی این کارا رو جوری میکرد که مردم متوجه بشن. یه وقتی پیغمبر تو همین مدینه، بیرون مدینه، آخه کار میکردن تو کشاورزی، حالا بعد میمدن برای نماز و اینا، گاهی خسته میشدن. علی هم بودش، دراز کشید و مخصوصا اینجوری سرش رو زانو هست، دلی بود، ظاهرا خواب بود پیغمبر. پیغمبری که از معجزاتش این بود که در خواب هم میدید، هم میشنید، هم میفهمید. ائمه هم همینطورن. اینجوری بشه. جبرئیل اومدش تو خواب.
گفت یا رسول الله بگو امت وقتای سگانه اذان بگن. همه اذان که میگو اذانم یاد داد، چهار تا الله اکبر من یاد داد و رفت. پیغمبر هیچ نگفت، فقط چشمشو باز کرد گفت علی شنیدی؟ گفت بله. و بلال و صداش بزن یادش بده بگو اذان بگن. بلال و صدا زد اذان و یادش داد. اول بار اذان از لبای محمد هیچ کش نشد، علی به بلال یاد داد و بلالم از اون میگو. اینقدر واضح بود که آقا علی صدای وحی رو میشنوه، نور وحی رو میبینن، از اون میدونستن. مخصوصا اینجورا بودش، میگه علی شاهده. ببینید حساب خودمون رو برسیم، احکام خدا به من رسیده، حالا دیگه عمل میخواد. این مهمه، حجت هم خدا تموم میکنه. چه میکنه؟ امیدوارم که با روسفیدی برخورد بکنیم، هر حکمی به ما میرسه عمل بکنیم. امیدوارم که واقعا قیامت توی محاکمه و توی این حساب و اینا. این سوره اعراف میگفتم براتون، یه تیکه هم پشت این آیه هست، اونم بگم خوبه. بله، همون صفحه 151 میفرماد که من وقتی دارم محاکمه میکنم تو قیامت، که بل وزن و یوم ازن الحق، میزان حق اون چه درسته، میفرماد فلنقصن علیهم به علم. خاطرتون باشه بی محض این که از زنده میشیم قیامت، همم با هم زنده میشن، کمتر از یک چه میدونم میلیاردم ثانیه یو هم زنده میشن. مخصوصا خود این کارو میکنم، بخواد بگه اینه که به تدریج آوردم یو هم میتونم به کارو بکنم، یه طرف ها میشن تو قیامت. همین لحظه هم خود شروع به محاکمه میکنه. اونی که قیامت محاکمه میکنه شخص خداست، همم در یه لحظه از همین دارن محاکمه، معطلی نیست. اول قوم امت نوح بیان بنا، حرف میزنه خدا باد، همونطور که با پیغمبر میگه از حرف میزنه، از کانال قلب صحبت میکنه، خیلی واضح میفرماد وقتی دارم محاکمه میکنم من میدونم چه کار کردید، نه اینکه بگم پرونده چی نوشته فلان. چرا؟ و ما کن نقائبین، من خدا که شاهد نمیخوام، من خودم همیشه بیر بیر داشتم نگاه میکردم، من کی میخوام شاهد؟ اون روز که نعوذم بالله حالا رفته زنا کردی، من دقیقه لحظه چشمام از تو بر نداشتم شاهد، من بشه کنم خودم دیدم. تو که اون وقت نمازم همطوره، از اول تا آخر داشتم نبود، من که غایب نبودم، خودم شاهد. و ما کن نقائبین، من شاهد برای چی میخوام؟ تو کتاب قضاوت آی خمینی نوشتین جلو من، میفرماد که خود قاضی صحنه جرم دیده باشه دیگه شاهد نمیخواد، حکم کنه روش از تو احکام قضاوتش. یه همچین وضعی، حالا میگن یه نفر داشت تو کوچه میرفت، حالا این چون مثل جوکه ولی خوشمزه است، یه آدم لاتی این چاله آبی بود، آبم خیلی کثیف بود، آدم خیلی با کلاس و لباس داشت، زد پاشو تو چاله، پاشید بشه. این حس کرد که عمدی زد رو چاله، لباسش هم کثیف شد، نگاه کرد که مثلا چرا این کار میکنه، دوباره پاشو زد. گوه چرا این کار میکنه؟ گوه ما لاتیم، ما اینیم، ما مردم کثیف میکنیم، ما اینیم. گوه باشه اونیم رفتش. یه نیم ساعت بعد از کلانتره اومدن سراغش، گوه یارو رفتی شکایت کردی، داشت نقشه میکشید که میگم فوش ناموس دادنم یه چیزایی ردیم. کلانتره گفتن آقا داد شما رو محکم میخواد، یعنی دادگاه. رفتش، از در رفتید خود قاضی است، هم که آبش پاشید خود قاضی است. حالا به خود قاضی چی دروغی بگه؟ هر سری هم فرمود اتقوا الله معاصی الله فی الخلوات، اون وقت که هیچ کس نیست معصیت خدا رو نکن، ان الشاهد هو الحاکم، اون که داره بیر بیر نگاه میکنه همین میخواد محاکمت کنه. اللهم صل علی محمد.